اونجا من هرگز منکر ابوالحسن خرقانی نیستم، اتوان و عاشق خرقانی هم یک نفر بخواب انتخاب کنم او رو انتخاب کنم که بزرگترین شاعران قلمرو الهیات بشری هیچ وقت خسته نمیدونم، هیچ وقت، یعنی همون ساعت که از دیوان حافظ لذت میبرم از صحبت های ابوالحسن خرقانی بزن چیزای عجیب غریبی میتونه معلوم نیست این از کجا اینا رو آورده، مرد امی که خواندن و نوشتن هیچ نمیدانست، این حرفا رو از کجا آورده؟ این شما اگر بخواد بگید که این از روی نمیدانم اون 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 اصلا هم چیزی، شما همه این زنجیره عارفان رو که نگاه کنید این یکی از اون یکی برمیده رو اون یکی از اون، این تنها کسیست که از خودش به ریدیشن نورت شعشو داره و بقیه همه مثل ابو سعید ابو الخیر با همه عظمتش ادامه دیگران هست، یعنی استمرار دیگران هست، یعنی مثل حافظ میمونه، حافظ از خودش هیچی نداره، فرم مالوست، صورت مالوست، خلاقیت در حوزه هنر مالوست، حرفها مال دیگر بود، ولی مال باید این مال ابوالحسن خرقانی اینجوری نیست اصلا، یا دیوون نیکلسون به نظر من در قسمت مقدمه انگلیسی تذکرت الاولیا که چاپ کرده یک تعبیری داره در مورد خرقانی به عنوان دیوونه، یعنی نتونسته اپریشیت کنه خرقانی رو این دیوونه، ولی واقعا برای ما چیز عجیب غریبی نیست، اصلا از نگاه شعر شما نگاه کنید اصلا این نوع شعر در جهان بیمارنده، چون هر شعری رو که شما نگاه کنید پشت سرش تجربه های دیگر شاعران هست، دونش حافظه، ولی این پشت سرش هیچی نیست، خیلی قشن و امین خیلی اصلا خودم باورش نیمیشه اینا رو از کجا آورده این آدم، ظاهرن از به قول خودش کلاته یعنی ده خرقان